در درس پیش استفاده از تمهای آماده برای زیباسازی دیاگرام ها رو آموختیم. اما گاهی اوقات لازمه که این تمها رو متناسب با محتوای دیاگرام ها تنظیم و قالب بندی کنیم. ابتدا به سربرگ دیزاین میریم و از لیست تمهای آماده یک مورد رو انتخاب میکنیم. به خاطر دارید که در درس پیش از لیست گزینه های با استفاده از رنگ بندی های متفاوت چندین سبک متفاوت رو, رو روی اونها اعمال می در این درس قصد داریم تنظیم و سفارشی سازی تم ها با استفاده از حالت های مختلف رو بیاموزیم. ابتدا یک قسمت از این دیاگرام رو بزرگ می کنیم تا تغییرات اعمال شده رو بهتر ببینیم. در گروه ابزار وریانس چهار گزینه برای تنظیم تم ها رو در اختیار داریم. در واقع مجموعه ای از تنظیمات اعمال شده توسط گزینه های این گروه ابزار تشکیل تم ها رو میده. اولین مورد در این لیست کالر نام داره با نگه داشتن نشانگر موس روی هر مورد پیش نمایش اون رنگ رو در صفحه مشاهده می از این لیست لاینر رو انتخاب می کنید. مجددا روی این فلش کلیک کرده و این بار در لیست گذینه های افکت یک مورد رو که مناسب این دیاگرام هستش انتخاب می میکنی. مشاهده می کنید که با نگه داشتن نشانگر موس روی هر مورد قالبندی های متفاوتی رو در اختیار خواهیم داشت. این بار این مورد را که جلوه زیبایی داره انتخاب میکنیم. در لیست گزینه کانکتور میتونیم با انتخاب هر سبک نحوه نمایش خطوط اتصال را قالب بندی کنیم. البته همونطور که در تصویر هم میبینید با انتخاب این موارد تغییر چندانی در خطوط اعمال نمیشه. چرا که این تنظیمات برای انواع خطوط اتصال با ویژگی های متفاوت طراحی شدن و ممکنه که تاثیر اون را در تمام دیاگرام ها مشاهده نکنید. و آخرین گزینه برای کنترل حاشیه شکل های استفاده شده هستش. در برخی از شکل ها مانند این دیاگرام امکان تنظیم لبه های اون رو داریم. با انتخاب های همونطور که در صفحه می‌بینید شکل های دیاگرام با لبه های تیز نمایش داده میشن. با انتخاب مدیوم این لبه ها گرد نمایش داده شده و با انتخاب لو شکل ها بدون لبه نمایش داده میشن. استفاده از این ویژگی این امکان را به ما میده که دیاگرام هایی متفاوت با اون تا حالا دیدیم را طراحی کنیم. لازم این را هم بدونید که از تم ها برای قالب بندی دیگر المان های دیاگرام هم استفاده میشه. به عبارتی در صورتی که در صفحات ترسیم از کانتینرها و کالوت ها استفاده کرده باشیم میتونیم با استفاده از تم های موجود اونها رو هم قالب بندی کنیم. بنابراین با استفاده از است، تمهای موجود در سربرگ دیزاین میتونیم دیاگرام های زیبا و متنوع را طراحی کرده و در جلسات و سخنرانی ها ازشون استفاده کنیم. این امر باعث میشه دیاگرام های طراحی شده از حالت کسالت آور و خسته کننده خارج بشن.